سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون. بریم سراغ ترک جدید صادق به نام وسط شب. مدبکس چه شد؟ سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. وقت شب، نه وسط شب، کل شب باحال از من اول تا آخر. کل شب باحاله. آره، چون شب من که پیره مردم که زود میخوام، ولی کل سینگل ترک وسط شب از صادق اومده، سورپرایز میکرده و آلبومش هم به احتمال زیاد امروز میادش بیرون. فرهاد و دلارام فیت دادن و بریم گوش کنیم. کاورش که یه کاور آرت باحالی داره. ببین یه نقاشیه. بنظرم خودشون ستان شخصیت ها. 100% دیگه. آره، ولی اینکه همه چی مثلثه. کلاً فضایی که توشن مثلثه. اونایی که حالت سیارن ولی سیاره نیستن، مثلثن. یعنی حتی فونت وسط شب با مثلث، یعنی با این. بچا یادم رفت مثلث سه بودی چی میشد؟ زوزنقه؟ نه. بچه یادم نمیاد. مخروط میشه؟ مخروط. 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 وای نمیدونم درست دارم میگم یا نه. نه مخروط یه چیزی یادم نمیاد. تو که اصلا یه موقع یه چیزای فارسی میگی خندم میگیره من. بعد موندم چجوری اینقدر ادبیاتت خوبه ولی بعضی کلمات فراموش میکنی. بیا برو ببینیم بابا. آره، خلاصه که دیگه ذهنم جایی نمی کنه اینه... بچه ها، ولی کاور نشون دهنده اینه که قراره که الان صادق کدومه؟ این پایینیه؟ فکر آخه این خیلی شبیه ستاره دیگه. حالا اینجوری کاور آرت اینجوری زدن ولی خیلی هم باها شبیه راه اون وسط بودش که بله میریم گوش میکنیم. ویژوالایزر از دمیرچی، کاور آرت از یگانه اسفندیاری. اصلا غیر از دمیرچی کی باید ویژوالایزر کنه؟ بله، مافیای رفت پرودوسر. وقتی کارت درسته بله. همه میان سوال. بله، امیر لواسانی پرودوس کرده، میکس و مستر از پدرام آزاد. چه شد سالم؟ به به، اینو نمیدونستم. جدیدنم جذابتر شد داستان. دیدم تو رش اشغال میکنه و لازم شد که یه سر با هم بریم. آقا گوش بدیم ببینیم که چه کردن در وسط شب. وقت شد فکر اونقدرام خیر توش نیست. درونتنی که گفتن آدم ها نصد پاک می آوردن، ادعای چرک می بردن. چقدر جالبه این وایبه. فرهاد باید باشه یه شو ساده کنیم ولی فکر بایم این وایبی حضور زنرم اسمشو ولی یک دوتا از صادقی قبلا رفته بودیم همچین وایبی داره. داستانه فلو فضا مثل فضا خود سازی و وایب همون نتنی که گفتن آدم ها نصد پاک می آوردن، ادعای چرک می بردن. زندگی چی بود؟ چجوری بود؟ یه راه بلند شروعش یه هایی بود. همه چیش دکوری بود، همه چی. حال خوب بگو، کجا ما خریداریم؟ بگو خودمونو می رسونیم. بگو داریم سینه خیز می آیم. بگو داریم پامونو می کشونیم. بگو حال خوب کجاست؟ یه جوریه انگار فضا چقدر تاریکه. آره، دارکه خیلی. بچه فکر کنم که وسط شب منظورش اون تاریک نقطه تاریکی. آره، تاریک ترین نقطه در نوری وجود نداره. منظور اونه. آره، یعنی در عمق شب. منظور در عمق شب. در عمق تاریکی فضای آهنگ سازی رو بیتم اونقدر سرد و دارکه در 100% مثل کاورشه. نوع فلو همینطور همه رو سردی و تاریکی داره القا میکنه. محتوا لیریک مشخصه که اینو داره میگه. خودمونو میرسونیم. بگو داریم سینه خیز میایم. بگو داریم پامونو میکشونیم. نمیدونم میخواد چی بشه، اصلا برنده کی بشه، اصلا مهم نی چی بشه، مهم نی چی بوده که بخواد مهم باشه چی بشه. دو تا مشکل شد اینجا. اولش میگه که بگو داریم سینه خیز میایم فلانه، نمیدونیم میخواد چی بشه. بعد دنبالش میگه اصلا مهم نی چی بشه، اصلا از اول مهم نبوده چی بشه که بخواد کجا میاد به کجا چی بشه. خیلی باحال بود، یعنی خود تایی یأس و ناامیدیه. اصلا یه جوری چقدر نهلیس فرم شد. آفرین صادق هدایت فرم. آفرین رگای اون شکلی. آره یه جوری یه وایب اینطوری. اصلا مهم نی چی بشه، مهم نی چی بوده که بخواد مهم باشه چی بشه.
دو تا لبخند توقع بود، مثل بال که قشنگی پرنده بود. قرار بود نیفته تنم به تور، نه که وایس سرم روی تنم بزور. این یعنی دیگه باد خلقت، آب ببری بریزی پای چشمت، سنگ باشی بالشت نرمه، نباشی تبریک بالشت سنگ. آقا خیلی قشنگ بچه، به نظر من که داره اشاره میکنه به زمانهی که توش گیر کردیم. چه زندگیه؟ فاک مثلا این زمانهی که توش گیر کردیم وسط شبه، گاه وسط این تاریکی است. چرا وسط شبه؟ بچه وسط شب یعنی این ورتش تاریک ترین حالت چه، اون ورتش روشن ترین حالت چه، یه جوری حالت بلا تکلیفی شاید. و میگه که اول میگه که بگو چی قراره بشه، بعد میگه آخه مهم نیست چی بوده که بعدشم، ما مگه میدونستیم چی بوده که بخوایم بدونیم بعدش چی بشه. بعد اینجاش خیلی باحال میگه که میگه قرار نبود، قرار بود نیفته نیفته اینجا بکنم که لیکشتشون منظوری که قرار بود تو تومتون نیفتیم، تو تورتون نیفتیم، ولی حالا باید مواظب باشیم که سرمون از تنمون نیفته. خب به نظرم دقیقا داره اشاره میکنه به شرایطی که داریم. قشنگ یه زیرپوستی شرایط حال حاضر جامعه ایران درباره مخصوصا نسل جوان داره میگه و این جابجایی آرایی که استفاده کرده تو این یه بیتشو سنگ باشی بالشت نرمه، نباشی تبریک بالشت سنگ. قلبت از سنگ باشه ندیده بگیری، بی تفاوت باشی، خب به قشر خاموش باشی، به تخمت باشه، عدیدن این همه سیاهی بازم دل سنگ باشی، شب راحت میخوابی. یعنی امکانات داری در این جامعه، ولی اگر که حساس باشی بعد شب سرت رو سنگ، زندان و سردی و انگار که آره دیگه خواب خوش نداری. بعد جالب نیست که اونجایی که خواب خوش نداری تبریک میگه، یعنی که تبریک میگم برای که تو وجدان داری، حداقل زنده ای، تو اون قشر زنده هستی. آها تو زنده ای، تازه اصل داستان انسانیت اون موقع است داری نفس میکشی، وگرنه مثل زامبی داری زندگی میکنی. پای چشمت سنگ باشی بالشت نرمه، نباشی تبریک بالشت سنگ. همه دارن جار میزنن داداش، همه دارن جار میزنن، دروغ میبافن اهل حقن، اونا عاشق اینن که لاف بزنن. بکاریم قد نکنیم بریم از پلو هم همو ترک نکنیم، همین الانش هم راهی نیست تا مرگم، و تش چند تا لاله از چند تا مریم. به باری کلا، به 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 خیلی دوست دارم. آره وای با گرفتم. اما کنشو که یادم رفت بگم که بچه ها یه چیزی در مورد باگ گفتش، میگه این دیگه یعنی باگ خلقت. کجا رو میگه؟ جبر جغرافیا. اینکه آقا ما قرار بودش که مثلا مسئله مهمتری داشته باشیم، نه اینکه نگرانی باشیم که شب میخوابیم صبح تنمون رو سرمون بابا، یعنی هست یا نه. حداقل آزادی آره. کرامت آفاری. انسانی رو دیگه داشته باشیم. یعنی باگ خلقت، یعنی آب ببری بریزی پای چشمت، یعنی باگ خلقت دیگه. چشمت خشکه و تو باید آب ببری، میگن یارو لبه دریا میره آفتاب خوش ببره. حکایت ماست. جبر جغرافیایی تخمی مونه متاسفانه. و اینجا داره میگه که همه دارن جار میزنن داداش، همه دارن جار میزنن، خب دروغ میبافن اهل حقن، باز آدم های دروغ داره میگه. ببین این اینجاشو خیلی به دلم نشست. ببین بچه ها، من تو این تقریبا یعنیم دو ماهی که حالا ایرانیم، اینو به چشم دیدم. یعنی تو زمانی که بیرون ایران زندگی میکنی تا نیای، یعنی یه هفته قبلش مثلا دو سه روز و اینا من اومده بودم، اینکه بیا یه ماه بمونی دو ماه بمونی، ماسکا میره کنار، میفهمی کی داره زر میزنه. آقا اکثرا دارن زر میزنن، اینا همون بشنم. شما یه چیزی میبینی یه پشت داستان چیزی که الان چه خبره، همه دارن اشغال میمونن تو والا کفتر دارن همینو میگه، ولی پشت گوشی میزنه داره لاف میزنه. آره ولی پشت گوشی همه گنگسترن و همه دنبال انقلابن و همه فلانن. ولی اون جار بزنه که من چیت میگم، کاملا داره این تضاد رو نشون میده. خب و اینجا داره میگه که بکاریم قطع نکنیم، خب بریم از پهلو هم همو ترک نکنیم. چرا خوشگل داره میگه بریم از پهلو هم، هم یه جورایی همون ترک کردنه، ولی معناش متفاوته. یعنی منظورش اینه که پشت همو خالی نکنیم. ترک نکردن به نظرم پشت همو خالی نکردنه. ممکنه با هم همجهت نباشیم، خب ممکنه ایده هم با هم فرق داشته باشه. اگه تو توی جمعی هستی، توی محولی هستی که نظرش با تو مخالفه، میتونی اونجا رو بری، خب یعنی پهلوی هم بری، منظورش اینه، ولی همدیگه ترک نکنیم. یعنی اول آخر ما هممون ایرانی هستیم. آقا یه چیز بگم، اول آخر ما هممون یه ایده داریم. تو اون ویدیو گفتیم مثلا، ببین این که میگم وصلیم وصله، آره بابا ما هممون به همدیگه وصلیم، اینو باید بفهمیم، ماها به هم وصلیم. اینو هر موقع درک کنیم دیگه انگوش اتهام و الکی سمت هم نمیبریم. ولی خب سوشیال مدیا هم دروغ محض نشونه تو میده دیگه، میگه همین الانش هم راهی نیست تا مرگ، تهش چند تا لاله است. خب مریم و لاله و اینا هم که گلای
وسط شب دوباره توی جادم انرژی کم قده یه دم و بازدم شیشه پایین یه قطر برون باری سکانس عالی ولی تلخ و تو خالی سیرم از فردای خودم من کش نمیدمش یه در جا میبرم چقدر خوبه چه صدا دقیقاً داره. اون صدا و استایل و اون تمیه که من دوست دارم فرضاً اینو که چقدر من دقیقاً. عاشق این سبک خوندنم این فلو این بعد برام جالبه که صداش این رگای باریتون فون داره و برای دختر این سبک خوندن هم خیلی خاصه باری کلا مفته سوگندم یه خورده اینجوری اونم یه رگاه اینجوری داره واسه اینه که تو سریع حال کردی ولی خیلی شدیدن یه بودن نشست خیلی صدای قشنگی خیلی دوست دارم این جنس دارم پیرم کردین زمین که سرپام میمونم در جا میخورم سیرم غریبه و پیرم خودم اسیرم نموندم نمیرم آقا عالی عالی حال دارم میکنم با صدای دلارام و تکنیک خوندنش آفرین بعد از اونجا یه پرده اومد زیدن خیلی دوست داشتم آفرین واقعا نموندم نمیرم به خون و گل بود شاقشته دستای خالقت با عشقش این خلقی آرزه بود ادونش رشدش تا کشتش از سقوط این فرشته تا آدم حاجی چه صدای واقعا دلتنگی بودن واقعا ساده خیلی باحاله صداش خودش وایب بهت میده یه وایب یعنی صداش خودت هدایتت میکنه تو داستان در این که صداش آرامش داره ولی تو رو خیلی به عمق میبره خیلی عمیقه آره خیلی عمیقه ببین این در کنار حسین که بودن که یکی ترکیبای سمی رپ فارسی به نظرم تا حالا بوده آره. اون صدا گنگ آره یه به تخمم داشت صدای صادق گنگ خیلی به تخمم و عمیق یعنی یه جور وایب شدید البته محتوای صادق بعد خیلی متفاوت شده ولی کلا جنس صدا رو به نظر من اتفاقا الان کامل استایلش رو پیدا کرده و بذار گم نکنیم چی داشت میگفتش بچه ها گم کردیم میگه به خون و گل بودش آغشته دستای خالقت با عشقش ببین به نظر من دو تا معنی میتونه داشته باشه خب ما انسان ها رو خالقمون اون چیزی که گفته از گل ساخته ولی میگه به خون و گل آغشته بود خون و گل غلط زدن تو خون توی گل افتادن از مرگ و جون دادن هم داره پیام میده به ما خب دستای خالقه باشه این خلق یه آرزه بود از دونش رشدش تا کشتش خلق این مردم این خلقت این آدمای رو زمین کلا عینه آرزه بودن عینه قده بودن توی ورس یک اگه اشتباه نکنم فرهاد گفتش که نوزاد به دنیا میارن قده های چرکی میگیرن اگه اشتباه نکنم یه چیزی گفتش داره به همون اشاره میکنه به اینکه کاشته شدیم به اینکه یه چیز دیگه برداشت بشه ولی یه قده شدیم تک تک دنیا مردم دنیا و به این داره اشاره میکنه چی شد این داشتن نگاه کنم و نکته رو گفتم که بعد اینکه چند وقت رپ فارسی و اون ترک هایی رفتیم که عمو فری محور بود دلش تنگ شده بود واسه یه همچین ترکی که اصلا جمع شده بود این تحلیل کن رزه بود ادونش رشدش تا کشتش از سقوط این فرشته تا آدم لاشی پرکرشمه ساخته حماس این آفرینش یه عشق میکار پای چشمش چقدر صدای دلارام کلن پر احساسه چه وایبی به کار داده ببین میگه از سقوط این فرشته تا آدم لاشی پرکرشمه آدم که بود آدم فرشته ای بودش که از بهش رونده شد فرشته ای بود که سقوط لاشی بود زمین. فرشته لاشی بوده اون آدم گرفته یعنی قشنگ نکن چجوری همه داره داستان رو هم رد میده بعد آدم لاشی پرکرشمه یعنی انسان امروزی رو داره میگه خب ما کی بودیم الان کجاییم ساخت حماسه این آفرینش یه عشق میکاره پای چشمش خب یعنی با
باز از بیاین از شروع کنیم از مصرع اول که داره میگه این خالقه اومده با گل و خون تو رو درست کرده، شکل داده بهت، فرشته ای بودی که انداخته بیرون، کلا آفرینش داره میگه ولی داره برمزون اشاره میکنه که به چی تبشه، میگه یه اشکم کاش پای چشم، یعنی تکمیل کردی این پورتری که کشیده رو با یه اشک پای چشمش کشید، یعنی ماها انگار ببین کاور هم محکومیم، این اشکی که داره، اشکی که داره میگه کاش پای چشمش، انگار محکومی به غم، محکومی به سختی کشیدن و اینو داره میگه وای خیلی. بعد یهو صدای دلارام میادش اونجوری تو رو دقیقا میبره تو اون قید داستانه، تصویره رو جلوی خودت مجسم کنی که چی گفت. نکته جالب الان کاورم تو نگاه کنی، انگار ما تو این مخروطه که تو گفتی گیر کردیم دیگه، این خلقته دیگه، این جهان هستیه به این سب کشیده. شاید اینجوری که زل کشیده منظور اشاره به ماتریکس داره. سقوط یه غروری داشت، پرواز یه شکوهی داشت، این غروب یه طلوعی داشت، تو سینه امید دروغی داشت، بردن یه فخر گروهی داشت، باختن وحشت عمومی داشت، من و تو بذر سعودو کاشتیم، حالا امروز اگه توی سکوتی باش ولی مشتی من دیگه نمیتونم بذارم حرفای مفتشو بره تو من. چقدر خوبه، خیلی خوبه، حرف نمیتونم بزنم، خیلی خوبه. همینجا یه شلات خفن بریم به پدرام آزاد، چه تنظیمی داره قشنگ، تو انگار داری سقوط میکنی، انگار تو اون سقوطه ای، بعد یهو یه دراپی میاد بعد شروع میشه دوباره، خب حالا میگم اون صدای دلارام هم زمزمش اضافه میشه، بعد با صدای صادق انگار برمیگردی دوباره به خوده، بعد صادق از سقوط میگه اصلا پشمون ریخته واقعا. که توی سکوتی باش ولی مشتی من دیگه نمیتونم بذارم حرفای مفتشو بره تو من، بگم به من چه با ما خوبن، به درکی یه نسلی میره تو ان، بگم ایول دمتون گرم، حالا دیگه انزدی توی خونم، راضیم کندی ادهن بچهش، بردی کوبوندی تو دول طولت، هرچه مشتی نامردیه. حوجی پشمون وای اشکم نرمه، بچه دیگه ممکنه تو به اون سکوت عادت کنی ولی من دیگه نمیتونم ساکت باشم، من دیگه نمیتونم جزء قشر خاکستر باشم، بی‌تفاوت باشم. اونی که تو ورس اول بششه تو چه بغض کردی؟ اصلا نمیدونم، حالم دگرگون شد. خب همین دیگه، نمیتونم حرف بزنم. بندی ادهن بچهش، بردی کوبوندی تو دول طولت، هرچه مشتی نامردیه، علت تو اینجا نامرئیه، اینجا که توی ما هرچیه، سینش خورده پازخمیه، زیاد حبس کردیم و کم دخلیه، بی تصویه گذاشتیم واس بقیه، دید ما رو چند روز پیشش، یکی چیخ کشید انگار آدم دیده، ولکن هاجی نطفه چیه، اینجا خرگوش با مار تو حفره میره، یه بر واس گرگ و سفره چیده، از دنیا شکار رو بود تومه میده. بچه دقیقا داره روزگاره داره میگه و اینکه یه خفقانی به وجود اومده به نظر من که صادق داره بهش اشاره میکنه و میگه که دیگه من نمیتونم بگم که آقا ول کن، حالا نسل بعد کوتاه، نسل بعد ما که سوختیم، ما که میگه آجی بیخیال از دهن بچهت میزنی میزنی به دول طولت. آره دیگه، خب منظورم اینه که چشم من چی گفتم داره همینو میگه، چون صادق هم نسل ما سگه اشتباه نکنم، چرا اینقدر تو منقلب شدی اینجاش؟ به خاطر اینکه داره از اجتماعی میگه، از خفقانی میگه که مجبوریم کردی. به خفقان و نمیتونیم بیشتر از این دیگه ساکت باشیم دیگه، میدونی میگه که آدمی نباش که بگه آقا نسل ما که گذشت، واقعا من میبینم که آخه هم نسل من داره اینو میگن و این حرص هم میده که ما که گذشت، حالا نسل بعد خوش و فکر خوش میشه و اینو داره میگه، میگه دیگه من نمیتونم سکوت کنم و کامل داره شرایط رو به سبک خودش توضیح میده. میدونی شاید تو کاملا وای به ترک میگرفتم، مار تو حفره میره، یه بر واس گرگ و سفره چیده، از دنیا شکار رو بود تومه میده، دش های و هوی زیاده کی عریف، برندگی یعنی تیز و ظریف، کوریه که میاره دیده عمیق، این داستان مریضو که چیده دقیق، داستان ما شروع تخ با یه پایان باز، چشا دنبال چخش تاس، یک تا شیشش تغییر ما. ببین دقیقا میگم باید چندین بار گوش کنی پیام داستان رو بگیری. خب میگه این داستان ما همیشه یه شروع تلخ داشتیم، همیشه هر موقعی که تصمیم گرفتیم یه چیزی رو تغییر بدیم شروعش تلخ بوده، ولی یهو ولش کردیم، پایانش باز بوده همیشه. میگه این همش داره تکرار میشه. خب توی الان اینجایی که دلارام داره میخونه دقیقا جنبندی ورس صادقه.
و دقیقا داره همینو میگه، میگه آقا چرا خفه خون گرفتیم بابا. یک تا شیشش تغییر ماست، داستان ماست، شروع تخوای پایان باز، چه شد دنبال چرخش تاست، یک تا شیشش تغییر ماست. آقا چه اجرایی میکنه دلارو؟ حرف نداره، به به، یعنی توی این ورسش اینجا با اون یکی هم متفاوت بود و در دو ورس دو جور توانایی صداش قشنگه و چقدر تکمیل کننده وایب این ترک، یعنی خیلی خوبه. به نظر من هر ستاشون کنار هم عالی، ولی این ملودی خوندنه چون کنار صادق قرار بگیری و بتونی وایب صادق رو خراب نکنی، چون که میگم وایب مقص خوش شده خیلی خیلی و خیلی عالی، این کار خیلی کامله، تازه کاملش کردن بچه‌ها. فرهادم که مقدمه رو گفت خیلی خوب بود، این وایب برای همین اینجوری دست به دست تا به انتها آوردم. ببین این همون خلقت هست، ببینی آترو رو این بلا تکلیفی هست. الان کاور رو بیشتر درک میکنم بچه ها، کاوری که بلا تکلیفی، تو معلقی دیگه، معلقیم و دلیل معلق بودنمون اینه که وایسادیم تقدیر واسه ما تصمیم بگیره، منتظریم این تاس چی میفته، منتظریم ببینیم که به کدوم جهت حرکت کنیم به نفعمونه، همه دنبال نفع خودشونن هم. و این باعث این داستان شده و خیلی دوست داشتم کارو. بعد مدت ها که صادق فکر کنم که پارسال هم یک کاری داده شگشن کنم، ولی از صادق گوش کردم و خیلی به موقع و به جا به نظرم که و در واقع محتوا رو به سبک خودت بیای بیان کنی. پیش درآمد آلبومش هم هست دیگه. آره. این ترک در واقع و ترکیب سم بود واقعا، ترکیب تو خیلی اوکی بی نظیر بود، از یعنی همشون عالی بودن، که پدرام هم که کار خوب بود. بله تنظیم عالی، خیلی دوست داشتم، واقعا خیلی دوست داشتم. پدرام ما خیلی تعریف میکنیم، خیلی جواب بگیم، به خاطر اینکه دقیقا نوع تنظیمی سلیقه من و ناهیتاست. آره. اون میکس و مستر اون شکلیه که من و تو همیشه میپسندیم. ولی خب من قبل از اینکه رپ فارس گوش کنم پدرام آزاد توش میگم چی بگم. آره سلیقه همون اینجوری. خیلی عالی بچه ها، ترک تاثیرگذاری بود و بسیار قابل احترام. امیدوارم که آقای کروشین وایب داستان گرفته باشین. به هر حال رپ فارس پویا شده دیگه، یعنی تو وقتی میای اون آلبوم پوتک رو گوش میدی، دریل نسچاری گوش میدی، نه حتما من منتظر همچین کاری هم باشی و همهشون در جایگاه خودشون قابل احترام هم، قابل تحمل هم و باید بهشون رسید دیگه. حتما منتظر نظرات شما هستیم، بی‌صبرانه منتظر بله. آلبوم هستیم 100%. امیدوارم که کل آلبوم این وایبو نشوششون من میپاشم اصلا. ولی آلبوم در کنارتون هستیم. مدبکس چش و چالم از هر جدنانی که ما نگاه میکنیم براتون آرزو سلامتی هم خیلی زیاد از خودتون، بغلسیتون بغلسیاتون خیلی دوستتون داریم. خدا من دوست داری.